دیگه. سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون جریان داره این برای فکر کنم سلام فرهادم با ماست سلام ولی یه مهمون خیلی باحال داریم اینجا به نام آروین میخوای سلام کن مخلصیم خوبی <applause> اه خیلی مهمون که برای من خیلی هیجان زدم که اومده یه گیمر استریمر خیلی موفق تو ایرانه در موردش تو اینستاگرام یه کوچولو گفتیم نظرتون رو پرسیدیم سوالاتونو رو پرسیدیم ولی الان میخوایم در مورد کلی چیز باش صحبت کنیم در تو ایران که البته نه گیمر استریمر ایرانیه ایرانی آخه تو اکثر کارش تو ایران انجام داده به اینجا رسیده آره حالا آره. آره. آلان ممکنه ایران نباشه ولی خیلی من خوشحالم که ما آخر تونستیم از این جامعه خیلی همه برشون میاد من میگم جامعه کوچیک این جامعه کوچیک <applause> گیمر استریمر ایران یه نفر رو بیاریم که باهاش صحبت بکنیم و در مورد دغدغه‌هاشون بشنویم و در مورد خودشون ببینیم که کار میکنن و آیندهشون رو چه جوری میبینن آروین ما قبلا بهت گفتیم ریشو قیچیو میخوایم بدیم دست خودت در مورد بحب. این اپیزود اول میخوایم در مورد خود بشویم کاری که کردی الان چی کار میکنی و اپیزود بعدم میخوایم در مورد جامعه گیم استریمر ایران صحبت بکنیم تو دوست داری از کجا شروع بکنی و دوست داری که چجوری این اپیزود بره جلو من شاید چون زیاد آدمی نیستم که راجع خودم حرف بزنم خب اونا رو واقعا ریش و اون تیکر رو نده دست من خوب. یعنی اون تیکر رو خودت باید هندل باشه. بکنی ولی به جز اون راجع Uh, هم کامیونیتی که هستش که واقعا هم همونطور که میگی کامیونیتی کوچیکیه ولی پتانسیل اینو داره که خیلی بزرگتر از این باشه و خب بعد از یه جایی شروع بشه یه جایی باید خبرش داده بشه قطعا دوست دارم راجع به این موضوع بیشتر صحبت ب... بشه و این آگاهیه فکر می کنم چیز خیلی جذابی باشه که آه, هم شنونده ها هم بیننده داشته باشن چیز باحالی در میادش خیر خب پس اگر که بخوام شروع کنیم به ما بگو که اصلا از چند سالگی شما اه... به فکر این افتادی که بخوای گیمر استریمر بشی اصلا ایده اولیش از کجا اومد رسیدن به اون ایده اولیه برای همه احساس کاملا اشتباهی بود یعنی اصلا قرار نبود اینجوری بشه من یه آر جدی یعنی اصلا به این سمت قرار نبود برم و واسه من واقعا مهم نبودش خیلی ولی خب فکر میکنم تنها چیزی که بین همه یوتیوبر ها افرادی که مثلا درگیر تولید محتوا هستن مشترک اون علاقه به دیده شدن بیشتر از حدیه که همه آدمای دیگه دارن یعنی برای همه ما دوست داریم دیده بشیم ولی خب یه سری‌ها دوست دارن اون اسپاتلایت روشون باشه و همه توجه رو بگیرن و حالا هر کسی یه جوری بهش میرسه یکی درگیر تئاتر و سینما میشه یکی درگیر مثلا عکاسی و مدلینگ میشه یکی هم مثلا میشن چی میشه دیگه اه... الان مثلا یکی چیزایی که من پیدا کردم حس کردم جذابه واقعا این داستان بود و خب من چهار سالگی پدرم واسه کار خودش کامپیوتر گرفت ولی خب شد من رو اون بازی هم میکردم دیگه مثلا کامپیوتری که 64 مگابایت رم داشت و مثلا به زور روش با ماین سویپر رو از اینجور چیزا بازی میکردیم خوش میگذشت واقعا بعد اون پلیستشن وان و اینا من کلا با گیم بزرگ شدم ولی هیچ وقت درگیر تولید محتواش نبودم واقعا و سال 2015 من یه بازی بازی میکردم به اسم دوتا دیفنس of the Ancients که مسابقات جهانی با جایزه اون سال فکر میکنم 5 میلیون دلار بود با 5 میلیون دلار 5 میلیون دلار میدادن آره اگه اشتباه نکنم یا بیشتر یعنی الان ممکنه دست کمش رو بهتون گفته باشم آram. جایزه سال گذشتش 35 میلیون دلار بود یعنی چه فقیمت رو گفته آره. <applause> کار اشتباه انجام میدیم <applause> <applause> آره. اون مسابقات به صورت زنده پخش میشه تو پلتفرمی به اسم تویچ و داخل خود بازی یه دونه صفحه گذشته بود که شما همینجوری لایو میتونستی ببینی کلیک هم میکردی سایت تویچ رو باز میکرد <applause> و من اون موقع وارد شدم ببینم حالا چی هست اصلا چی کار میکنن اینا بیشتر مسابقات رو میدیدم مسابقات گذشتش دیدم نه سایت باحالیه یه, یه سری آدم هستن استریم میکنن مثلا جذابه باسم و آدمای خیلی حرفه‌ای دیدم که میتونستم ازش بازی یاد بگیرم مثلا گفتم خب قشنگه باحال و یکی دو سال درگیر بیشتر بخش حرفه ایش بودم و فقط بیننده بودم بعد درگیر بود سرگرمی شدم یعنی دیدم یه سری استریمر دیگه هستن که نه اصلا شاید بازی طرف خوب نی ولی بسیار کاراکتر خنددار و باحالی داره و میشستم مثلا ها استریم های اونا جایی که مثلا سریال و فیلم و اینا ببینن استریم های اونا رو می‌دیدم انگلیسی بود به زبانم هم کمک میکرد خب مثلا اتفاق خوبی بود واسه و هیچ وقت فکر نمی کردم که حالا خودم شاید یه روزی مثلا استریمر رو بشم یه روزی واسه دوست دخترم که حالا به اون داستان دختر بازیه میرسیم بله داشتم داشتم یه بازی بازی میکنم به اسم سیت... یه بازی شهرسازی بود سیتیز اسکایلاین که شبیه سیم سیتیه نه اگه مثلا اسمشو شنیده باشید آره شبیه سیم سیتیه من اونو داشتم بازی میکردم میخواستم به این بند خدا نشون بدم بازی چجوریه Uh, ویدیو کال فیسایموموقعت نه به چه دلایلی تو ایران خیلی کیفیتش پایین اومده بود ولی گفتم حالا بذارم تا میکنم من روی تویچ واسط استریمش میکنم برنامهش رو ریختم و تست کردم و با کیفیت مثلا خیلی داغون من استریم کردم ولی خب استریمش کردم بعد گفت تصویر تو میتونی بیاری گفتم حالا تستش میکنم یه اپلیکیشن رو گوشی ریختم تصویرم هم آوردم و و اون شد استارت این داستان و بعد رفیقا میدیدن با سیتی پس شروع کردیم اینا دوران پسامخه ها یعنی قبلا کارا شده بود دیگه واقعا فقط داشتیم مثلا تایم میگذرونیم با هم آره و اون تنظیمات مونده بود دیگه و بعد اون یه پلتفرم خیلی باحالی هست به, به اسم آپارات کپی پیست بقیه پلتفرما رو ریز ریز داره بارد. و یه خبری رفیقم بهم داده بودش یه سال و نیم بعد که آره فهمیدی آپارات بخش لایو آورده گفتم لایو مثلا داستان چیه مثل لایو اینستاگرام اینا گفتم خب آها مثل توییچ منظورته گفت آره مثلا چت میکنه خب با حال تست کردم و اینترنت چون داخل ایران بودم اونجا دیگه نتم میکشید درست استریم بکنم و استریم او. کردم اونجا و از اون خوش شانسایی بودم که زود اومده بودن یعنی به چی استریم همین... کردی اول اول از همه جی تی ای بود با رفیقام داشتم جی تی ای آنلاین بازی میکردم و اصلا واسه خودمون بودیم بعد یهو اصلا ت... واقعا حواسم نه به چت بود نه به چیزی گفتم حالا رانه دیگه استریم یهو دیدم یکی داره تو چت میگه سلام سلام چطوری مثلا محمد آندرلاین فلان شروع کردیم صحبت کردن با آدم های مختلف و بعد یهو دیدم مثلا تا آخر استریم فکر میکنم نزدیک سی نفر آدم همزمان حضور داشتم و خیلی عدد راحتی بود اون موقع به دست آوردنش شد الان یکی بخواد شروع کنه چندین ماه بود و تا مثلا سی نفر همزمان حاضر باشن ببینن ولی اون موقع قشنگ دو دستی تقدیم شده بود به من به واسطه اینکه خب عرضه کم بود ولی تقاضاش وجود داشت داخل آپارات و این شانسی بود که من اون موقع آوردم این شروع کار بود شروع کار پس از آپارات بود تویچ یه تایمی استریم کردم تا 500 تا فالوور مثلا تویچ هم داشتم انگلیسی استریمش میکردم و اوکی هم بودم واقعا با این داستان ولی نتش اذیت میکرد یعنی من ام. همه چی رو روی اونجا چیدم ولی خب دیگه اصل ورود جدی من تو این داستان یه جورایی از آپارات بودش و شما تو مدیون آپارات میدونی آره شدیدن <تصفح> بودن <تصفح> توی آپارات آمان... اون دوران کسای دیگه که چیز میکردن آره لای. بودن از بچه‌ای که اون موقع توی آپارات بودن متاسفانه یا مثلا بنا به دلایلی که داشتن تو زندگیشون گذاشتن کنار یا موفقیت که میخواستن رو به دست نیاوردن بی خیالش شدن یا مثلا درگیریهایی داشتن که نتونستن خیلی ادامه بدن ولی کسایی که هستن حالا یه موفقیت نسبی یه درآمد اوکی چیزی دارن خدا رو شکر هستن ولی خب شاید اگه بخوان مثلا مثال چشم گیر بزنن و من برم تو اون حالت منم داشتن یه خورده مغرورگونه اگه یه مثال موفق آدم بخواد تو این داستان بزنه شاید بهترینش مثال خودم باشه چون واقعا بچه های دیگه شاید تو این سطح نتیجه نگرفتن متاسفانه تو اون تایم که بیشتر به خاطر اون شانسیه که میگم من داشتم یعنی به خاطر شاید زحمات اونا خیلی بیشتر منم زحمت کشیده باشن ولی خب من خوش شانس تر بودم پس الان پنج ساله که تو در واقع داری فعالیت میکنی از 2015 تا الان شاید ساله پنج ساله. بهتر باشه بگم پنج سال دنبال میکنم سال دنبال. و دو سال و نیم دو ساله که فعالیت میکنم مثلا عادلانه تر باشه چون بچهایی هستن که واقعا مثلا 7 8 ساله دارن زحمت میکشن 7 8 واقعا آره خونه مثلا 8 ساله طرف ویدیو داره درست میکنه استریم نمیکنن مثلا یوتیوب شروع کردن آپارات شروع کردن مثلا فردی مثل علی رکسا علی رضا فرنگازر کسی که مثلا تقریبا الان نه سال ده ساله داره فعالیت میکنه داره و ویدیوهای قدیمیش هم استریمینگ ایران فکر به معنای آره تو کانتنت کریتور گیمی بودن خیلی وقت حضور داره حتی به استریم دیرتر وارد شد فکر میکنم مثلا هفت ماه بعد از اون شروع داستان آپاراتی که من بودم هفت ماه بعدش اومد داخل آپارات استریم کرد و بعد از مثلا سه چار ماه هم رفتش روی یوتیوب استریم کرد یعنی رو آپارات نموند ولی تو اون تایمی که حضور داشتش خب واقعا تاثیرگذار بود و پرمخاطب بود و هنوزم آدم تاثیرگذار و پرمخاطبیه یعنی خیلی بزرگانی داره این عرصه که من واقعا جرئت نمی‌کنم مثلا بگم که خب من 5 سال فعالیت دارم نه من 5 سال دیدم حالا دو سالم فعالیت کردم واقعا ما یه سری سوال پرسیده بودیم توی یه سری سوال پرسیده بودیم یه سری سوالا مردم از شما پرسیده بودن یه سوالی که خیلی تکرار شده بود اولش این بود که چه جوری با خانواده صحبت کردی حالا من ما اول بذم من پیش بگم ما دیشب با آروین و کوروش یه ذره بازی کردیم وارزون بازی کردیم و بسیار خوش گذشت دو سه تا دو سه بار منو چکی بد کرد آرمین اونجا یعنی چکایی که من دیشب از آرمین خوردم و از پدرم خوردم من <applause> شخصیت خیلی بهتری داشتم بعد ازش پرسیدم که چه جوریه مثلا در مورد مثلا مخاطبه اونا پرسیدم و در مورد مخاطبه خودمون گفتم گفتم ما اوریج سنی مخاطبه ما یه ذره بالاتره مثلا بین 25 تا 35 کسایی که اکثر هم ما رو میشنوند و خب کسایی که گیا این آرزوی گیمینگ بودنه رو مثلا دیگه براشون تموم شده یا مثلا پدر خیلی جوونن که نمیدونن چجوری با این مسئله کنار بیان جورایی من خواهم ببینم تو چجوری با خانواده حالا ایرانی که اون پیش زمینه رو اکثریت دارن که مثلا بچه باید یا دکتر یا مهندس یا وکیل بشه با اون چجوری کنار اومدی حالا میدونم که داری درس میخونی ولی دوست دارم از زبان خود بشم ببینم که چیکاره کردین که به اینجا رسیدی به این در خانواده به این درک رسیدن که بذارن شما کار خودتو بکنی من چیزی که حالا یه خورده تفاوت آدینس رو اول بگم یعنی تفاوت مخاطبیه آلا. مثلا مخاطبی که من دارم بیشتر 18 تا 24 سالن بعد 25 تا 34 سالن بعد از اون مثلا 13 تا 17 سالن یعنی رده سنیه بیشتر این طرفیه ولی خب من این عدد رو زیاد باور ندارم به خاطر اینکه معمولا افراد زیر 18 سال موقع اکانت ساختن عدد بالای 18 رو میزنن یعنی اینو خیلی شاید این عدد قابل استناد نباشه ولی رنج سنیه شاید یعنی حد اکثر تا 34 سال خیلی زیاد دنبال میکنن این داستان رو و چیزی که من دیدم به صورت کلی توی پدر و مادرها به جز افرادی که واقعا، Uh, یه مسیری رو شاید خود فرد زندگی کرده یا میخواسته زندگی کنه و اون مسیر رو قبول داره واسه بچهش هم همون رو میخواد مثلا پدری که حتما چنم دکتر شده و دیده زندگی رو میتونه اینجوری بسازه و میگه که آقا بچه ای من تو اگه این مسیر رو بری این مسیر صد درصد درسته و صد درصد نتیجه داره خب بیا این مسیر رو برو و به نظر من هیچ پدر مادری واقعا بده بچهش رو نمیخواد یعنی همه میخوان که توی یه مسیر درست طرف جلو بره و ترس بزرگ پدر و مادرها هم ناشناخته است به نظر یعنی کوچه ای که معلوم نیست چه آدمی ممکنه داخلش رفت آمد کنه که تو بچگی های ما اینجوری بود که بچه بیرون میری مواظب باش نه اینجوریه اونطوری هزار تا مثلا سفارشات وجود داشت و الان یه جورایی این ناشناخته ها تو دنیای گیم تو دنیای آنلاین خیلی بیشتر داره دیده میشه به نظر من اگه پدر مادر رو واقعا اینو ببرن تو حوزه شناختهاشون قرار بدن شاید این مشکلات اصلا وجود نداشته باشه یه سری جا انتظارات غیرمنطقی کودکانه بچه هاست واقعا مثلا یه سری چیزها رو د... یا به دروغ میگن یا بزرگ نمایی میکنن اونجوری که دوست دارن مطرح میکنن ولی واقعا دنیاییه که در حال حاضر بسیار پولسازه و بسیار راه موفقیت داره مخصوصا برای ایرانیا. یعنی محتواسازی خیلی تاثیرگذاره الان آه... خواهیست کارون میخواست چیزی بگه آره نه بگو تو بعد من صحبت میکنم ببین الان یه تایمیه که گیمینگ اینداستری از هالیوود صنعت موزیک و NBA و NFL و اینا جمعا تو سال داره بیشتر پول در میاره خب و این شامل هم بازی سازی میشه شامل تولید محتوای گیمینگ میشه شامل استریمینگش میشه شامل تبلیغاتش میشه و تمام این دنیایی که وجود داره یه صنعتی بزرگتر از صنعتهای دیگه یعنی اگر پدر و مادری اوکیه با اینکه بچهش بره چه میدونم مثلا اکتر بشه اکترس بشه نباید خیلی واسش عجیب باشه که اون فرد بیاد یوتیوبر یا استریمر بشه چون اگر هم حتی میخواد آدم اونجوری نگاه بکنه چند ساب اون شانس موفقیت به مراتب واسه یه،, یه فرد فارسی زبان الان بیشتره که وارد این دنیا بخواد بشه و ام. واقعا یه دنیای بزرگیه که میشه داخلش پرسه زد و میشه داخلش موفق بود میشه هم داخلش واقعا وقت هدر داد مثل همه سیستمایی که وجود داره مثل همه شغلا و عرصایی که وجود داره این قضیه هم ممکنه و یه ریسکیه که خواه افراد باید بکنن با علم وقتی واردش بشن قطعا منطقی تر ولی اینکه که وقت هدر دادنه یه خورده مال اون قدیمیه که تو مونده دیگه متاسفانه. آره حالا گفتید اصلا برید سهام شرکت‌های های بازی رو هم نگاه کنید رشدی که توی مثلا وحشت. ده سال 15 سال گذشته کرده کاملا نشون میده که چقدر مثلا این قضیه تو دنیا داره ازش استقبال میشه حالا ایمانم که ازت سوال پرسی تو خیلی خوب شروع کردی گفتی پدر مادر معمولا بر اساس اون مسیری که رفتن حالا طرف دکتر شده باشه انتظار داره بچهشم هم دکتر بشه چون میدونه این مسیر موفقیه یه بود دیگه هم داره اینه که طرف اون مسیری که نرفته رو ولی دوست داشته بره رو دوست داره اعمال دارینا. کنه به بچهش یعنی حالا دوست داشته دکتر بشه دکتر نشده بچه ولی باید بره تمام حالا نگیم عقده ولی تمام چیزهایی که مثلا مادر پدر بهش نرسیده رو دیگه بچه باید بره اونجا بهش برسه ولی خب میگم به این اعداد ارقامی که رشد حالا بازی و این کمپانیایی که اولا بازی تولید میکنن بچههایی که بازی حالا استریم میکنن و اینا نگاه کنیم متوجه میشیم دیگه این نیستش که بگیم به تالته نمیدونم وقت تو داری تلف میکنی هیچ چیزیه که برای آیندت مثلا به درد نمیخوره سودآور نیست که الان خودت گفتی مثلا بچههایی که جایزه تاپو میبرن درآمدشون از مجموع پنجاه تا نسل گذشته پدر مادره میزنه بالاتر تو یه شب اینجا دیگه حالا پدر مادره که من مشخصا جوان هستن اونایی که حالا سنشون از یه حدی بیشتره خیلی انتظار اینکه این شرایط جدید رو درک کنن و بفهمن بچه هاشون توی چه محیطی بزرگ میشن شاید خیلی نشه اون انتظار رو داشت ولی اونایی که جوان بالاخره خودشون احتمالا تو دوران بچگی با بازی و این داستان سر سر کله زدن و بالاخره میدونن چه خبره اونا میتونن بیشتر مثلا بچه های الان رو بفهمن که اگه بچه حالا تو این قضیه استعداد داره نه تنها جلوی آیندهش رو نمیگیره که یه آینده جدیدی رو هم که در واقع شاید تر باشه با شرایط دنیای الان که تکنولوژی پیشرفت کرده بالاخره همه این بازی‌ها و همه این داستان ها به خاطر پیشرفت تکنولوژی ها. اون آینده میتونه می‌تونه منطبق‌تر باشه با مسیری که دنیا داره به سمتش میره تا اینکه حالا تو بری یه مسیر کلاسیک رو دنبال کنی حالا پزشک بشه یا هر چیزی خلاصش اینکه بچه‌هایی که استعداد دارن بچههایی که حالا میبینم تو این زمینه خوبن دیگه اینجوری نیست که انگ اطلاف وقت بهشون بزنیم به خاطر اینکه میتونن محتوا تولید کنن میتونن به جاهایی برسن که بالاخره مطلوبه مدلش با مطلوبیات گذشته فرق داره ولی همچنان مطلوبه پسر ایرانی نیستی که از پدر مادر نشیده باشی که این که برای بچه هاست بازی داری میکنی هنوز بچه من هنوزم مثلا پای پلیستشن میشینم فکرم آمانم رد بشه مثلا میگم تو بچه داری بازی میکنی مثلا من یه چیزی بگم بگم اینم جالبه من کالکشن مثلا بازی های مختلفو دارم من کالکشن خیلی بزرگ دارم بعد اکثر اینا توی استرالیا مونده چون من در استرالیا زندگی میکردم بعد مثلا موقعی که من جمع میکردم مامانم به اینا به عنوان عروسک میگفت چرا میری عروسکی خریدی مادر من عروسک نیست اینا کلی ارزششه اینا مجسمه ها رو میگی مجسمه هنوزم تو خانواده ما این به عروسک های ایمان معروفه دیگه هیچی ایمان تو سن 28 سالگی عروسک داره جمع میکنه حالا مثلا جلو دو نفره دیگه بگر خب فکر کن طرف بچه دیوانه است مثلا عروسک <تصفح> یه ذهنیت دیگه مثلا باربی عروسک ولی خب این عزیزان اکشن عروسک, عروسک کلی هزینه هم. شده برای اینا کلی فکر شده کلی تو صف موندم من اینا لیمیتده ولی حالا من فکر این دوران پسا کرونا به این قضیه بتونه خیلی کمک کنه تا قبلش واقعا دیگه باور اکثریت این بود که دیگه بازی بیخود و نمیدونم از یه سنی به بعد که اصلا نباید بازی کرد و اینا حالا الان که همه خونه موندن خیلی فعالیت بیرون نمیتونن انجام بدن الان دیگه همه رده سنی دارن بازی میکنن در این حد که مثلا ما تو شرکتمون قرار میذاریم مثلا دو روز در هفته آنلاین مثلا کانتر بازی میکنیم بعد همه رنج سنی هم میاد تا سن مثلا 50 60 سال داره میاد با ما بازی میکنه ما فکر از اینجا به بعدم تازه دوباره یه تغییر دیگه ایجاد بشه که بابا با این قضیه به روح و روان هم میتونه کمک کنه بالاخره اون هورمون دوپامینی که ترشح میشه داید. اون کمک میکنه به اینکه شما از لحاظ روانی هم حالت استیبلتری داشته باشی در واقع شادتر باشی اونجوری به سمت دپرس شدن پیش نری حالا خانواده شما چجوری با این موضوع کنار اومدن شما خیلی سیاست مدارانه اومدی در این مورد صحبت نکنی ولی من میخوام بدم تو مشکل دو خانواده اصلا مشکل داشتی با این قضیه اینکه او او خیلی بودن. اوکی برخورد شد به خاطر که داشتی درست هم میخوندی و این اصلا در موردش صحبت نمیشد چون الان مطمئنا خب به یه موفقیتی که رسیدی در صحبت میشه توی خانواده و این یه گفتگویی به حال انجام شده وقتی به سطحی از موفقیت میرسی بگو جانا. ببین من از اول که خوب خانواده من همیشه درگیر این بودن که آروین تو وقت تو زیادی واسه گیم میذاری یعنی هیچ وقت بحث این نبود که چرا گیم بازی میکنی و وقت هدر دادنه و این درک متقابل وجود داشت که آقا بازی لازمه و اوکیه و باید باشه ولی باید طوری باشه که به بقیه چیزا تاثیر نزنه و این بیشتر به لطف این بود که خب مادر من راجب مثلا کودکان و روانشناسی اینا خیلی اطلاعات کرد داشته باشه و همیشه توی این مسیر واقعا تلاشش رو کرد که بهترین حالت مثلا کودکی و تربیت واسه من اتفاق بیفته و یه بخش از من بحث خوبی نیستی بود. اصلا آره. محبا محبا خوبی نیست آره. اصلا که آره. پر مشکل آره. آره. ما یه پر جنجال آره بابا ما یکی میخواییم با کمربن میزده و چرا پیه سورتو شکونده باشن کامپیوترتو بشکونن نه ازم میگرفتن منم آخه بچه حرف گوشکایی نبودم یعنی مثلا میگفتن آره پسرم چونم اینا رو درس تاثیر نذا بعد یهو میرفتم ادبیات دوازده خب بعد معلومه قشنگ من یه ماه قرار نیست پلی استیشن داشته باشم دیگه آخه نه ببین اصلا اون جمله اون اون جمله ای که گفتی که میدونستان بازی لازمه کارو خراب کرد آه آه اون اصلا خب یعنی بازی تو... واقعا بازی لازمه یعنی میانگین جام میانگین خانواده ایرانی رو در نظر بگیری تو یه 5 6 تا استاندارد دیویشن از اون فاصله داری خیلی فرق داری با خب... بیشتر واسه اون آدما و اون خانواده اینو بعد در نظر بگیریم که اول که کلا همه چی بازیه خب یعنی ما یه مسئله داریم گیمفیکیشن و ما تو زندگی روزمرهمون همواره داریم بازی میکنیم همه, چ... همه کارهایی که ما انجام میدیم به نحوی بازیه حالا اینکه شما اینو روی یه صفحه دیجیتال انجام میدی یا روی زندگی واقعیت داری اعمالش میکنی دست خودته و اون پدر خانواده هم داره بازی میکنه و حتی اون تیکه که چه میدونم توی یه سیستم خیلی سفت قدیمی ایرانی در نظر بگیرید که مثلا ملت داخل یه دونه سازمان دارن زیرا به همو میزنن شما اونجا هم داری بازی میکنی بازی قدرت داری میکنی و همیشه گیم هستش و چه بهتر که بچه شما اگه قرار زمین بخوره داخل اون بازیه بیاد زمین بخوره تو بازی قدرت زیرا بهش بشه تو بازی مثل بی مثلا که دنیای کمونیستی میاد نشون میده شما به عنوان یه کارمند داخل اونجا داری فعالیت میکنی و یه همکارت ممکنه هر آن مثلا زیرا به تو بزنه و تو حواست به همه چی باشه و آتو به کسی ندی ولی آتو جمع بکنی و تمام این داستان ها خب خیلی چیزها رو میشه این شکلی تجربه کرد و یه حقیقتی که وجود داره و نمیتونه آدم مثلا بازی رو از زندگی حس بکنه وجود داره و اگه کسی اینو انکار بکنه اشتباه میکنه یه زن و شوهر تو روابطشون هم بازی میکنن دوست پسر دوست دخترا هم بازی یعنی هم وارد فقط عقلی عقلی بازی که نکنید <applause> بازی, بازی نکنید بهتر صادق باشید ولی اینا دلایل بیولوژیکی داره دیگه بازی کاری که میکنه اون ترشح است و اینجوری اصلا ما زندگیمون جلو میره به خاطر این ترشحات هورمون و درست هم میگی همون گیمفیکیشنی که میگی به خاطر اینه که هر چیزی رو که به بازی تبدیلش کنی به خاطر اینکه یه ریوارد یه پاداشی در نهایت ما نصیبمون میشه و این مغز اونو میطلبه یه دیزایر یه حال میده آره یه حال میده آره یه خواستن عجیبی توی ما به وجود میاد شاید آروین ندونه شرمنده میدونن کارون اصلا رسالتش توی خودکست اینه که هر دفعه تو هر اپیزود یه دوپامین و اندورفین و اینا بیاد یعنی اگر که نیاد اون اپیزود اصلا برای کارون این چهار تا هرمونه اون چهار تا رو که بالا پایین کنیم اصلا آدم ها, آدم ها دیگه ای میشن اگه این ها سهام بودن تو بازار بورس کارون سهامدار اصلیشون بود آره خلاصه بدون که این اگه کارون از این هورمون زیاد استفاده میکنه رسالت استفاده از این کلماته و خار... نه درست میگه ولی راجب مثلا دوپامین مخصوصا داریم این موضوع رو بله شما پ... مشکلش هم هست خانواده, خانواده مثلا گیمر گیمرها این داستانو دارن که یه جایی گیم یه حدی بیشتر آدم گیم بازی میکنه همون اعتیاد است یعنی شما به یه گیمی میرسی که دیگه مثلا اون دوپامین یه ذره ایش بهت حال نمیده و یه بازی هیجانی تر بازی میکنی و یه بازی هیجانی تر بازی میکنی بعد حتی تو سنای مختلف شما دوپامین لول خاصی میطلبی ممکنه توی مثلا سی و چند سالگی یه نفر با دوپامین لول پایین هم اوکی باشه ولی توی مثلا چارده پونزده سالگی مثلا بچه رو میگه میگه میخوام برم بازی بکش بکش بکنم خب چرا مثلا خب دوپامین لول اینو نیاز داره این دوپامینه رو اون لحظه بگیره آره. و یعنی مثلا میگن با پیر شدی دیگه اون بازیه بهت نمیاد نه پیر نشدی دوپامین لولی که میخوای دوپامین لول دیگه ایه یه چی دیگه بهت حال میده و داریم یعنی این قضیه و چقدر شرکت ها روی این موضوع سرمایه گذاری میکنن و حواسشون هست که یعنی این رولر کوستر دوپامین و لول هورمونی رو بتونن اش. طوری آره طوری تنظیم کنن که همون موقعی که میخوان تو دوباره برگردی و بازی کنی یعنی روزانه همون مقداری که باید رو بهت برسونن که فردا هم دوباره بازیشون بکنی این داشتن در ها این بازی وارزون میخوندم این الان مثلا ست یه نفره داره سه نفره داره و چهار نفره و همه الان دوباره این دو نفرهشن که میگن چرا این دو این نمیاد دوز. بخواد گفتن که موقعی که ببینن مقدار در واقع بازی کردنه دراپ میکنه و میاد پایین اون موقع میخوان اینو تازه دراپ بکنن ارسن. که دوباره اینو بکشنش بالا که بتونن با بقیه گیمات به قول معروف یه ذره رقابت بکنن چون بقیه گیمایی که مثلا داره باش مقایسه میشه مثل فورتنایت ای که دو داره ولی خب اینا هنوز اینو نگه داشتن اون پشت که مثلا تا دیدن از این 5 میلیون کم شد چون الان 50 میلیون نفر دارن تو دنیا بازی میکنن ورزون. کاش زودتر بیاد چون هر دفعه ما با ما بازی میکنیم یا تریو یا چند چه نفره چهار نفره همینطور تو سر ما میزنیم یه کاشون دو نفره بیاد پس با... دست شما رو <تصرف> شه. <تصرف> آره خلاصه این تو بسن... آقا پس کانتیس میخواستی بگی فکر کنم. نه همین من فقط تایید میخواستم بکنم حرفای آروینو که اینا واقعا کمپانی ها تحقیق میکنن که چجوری شما رو وابسته نگه دارن چجوری معتاد کنن و خب همش هم در نهایت پول دیگه بازیه پول اونی که پول داره میره مثلا یه بازی میسازه به نظام کمونیستی که چیز دیگه از دو تا خواستگاه جدا دارن یعنی میان ولی به سطح کلی آره همه اینا در واقع منیپولیت میکنن تحت تاثیر قرار میدن آدم رو آره که کی بازی کنه چه بازی بکنه چه جوری جذبش کنه کار مارکتینگ دیگه اما از این نظام سرمایه داری واقعا نظام سرمایه که ما رو یه دست پنجه خودش نگه داشته و نمیدونه ما... <تص <applause> بازیه اما داره بازی میده آروین تو از کجا فهمیدی که به قول معروف این توانایی این کار داری استعدادش رو داری یعنی این یکی از مشکلاتی که وجود داره حالا منی که همینطوری میشینم بازی میکنم یه دوربینم میذارم جلو خودم و فردا به خودم میگم گیمر ولی واقعا استعدادم صفره میخوام این استعداده رو تو چجوری فهمیدی که حالا یا گیمر استریمر بودن استعدادش رو داری یا اینکه اون اینترتینمنت رو بتونی انجام بدی این چجوری میشه فهمید گیج کرد که اون استعداده وجود داره که آدما مثلا برن دنبالش ببین بعضی چیزا رو باید امتحان کرد مثلا شما استعداد نقاشی رو نمیفهمی تا زمانی که قلم دستت بگیری یعنی اینا چیزایی و حتی قلم هم دستت میگیری ممکنه یه چیزی بکشی که زیاد جذاب نباشه واسه خودت ولی یه استاد نگاه میکنه میگه نه تو یه, یه سال کار بکنی به یه جایی میرسی و الان ممکنه مثلا شما سه نفر استریم بکنید و هیچ کدومتون هیچ مخاطبی مثلا اون لحظه نداشته باشین ولی من مثلا استریم فراد رو ببینم بگم نه فراد تو به درد این کار میخوری مثلا ایمان تو یکم باید رو مثلا فلان داستان کار کنی ولی میتونی مثلا کارون تو اگه مثلا بک این شکلی باشه جذابیت فلان قضیه رو بیشتر بکنی میتونی مخاطب جذب کنی یعنی الزاما اینجوری نیستش که مثلا برگردادم از بیرون قضیه نگاه بکنه و بگه مثلا این میتونه اون نمیتونه تو لحظه اول واقعا باید تست شه ولی مهمترین چیز ارتباط با مخاطبه مثلا تو استریمینگ چون استریم که در لحظه اتفاق میفته یعنی ویدیو یوتیوب آدم درست میکنه خب ریکورد میکنی تو کمرا نگاه میکنی اون حرفایی که میخوای و میزنی و وجود داره هم هر جریانی که میخوای و جلو میبری ولی توی استریم یه چتی هستش که یه سری آدمن و در لحظه بعد با اونا در ارتباط باشی و اون ارتباطه خیلی مهمه یعنی یا شما باید اینقدر خوب ارتباط برقرار بکنی که اون آدم بخواد برگرده درست. یا اینکه باید اون محتوایی که نشون میدی اینقدر خاص باشه که اصلا چند ست هم کاری نداشته باشی اون چت اونجا باشه و با هم سرگرم باشن و اون محتوا رو ببینن یعنی یکی از این دو تا سناریو بر رخ بده و به نظر من هرچی این وسط یعنی ما به این بره کیفیتش پایین میاد متاسفانه یه کرو خاصی داره که تو دوتا گوشه ها اوج میگیره و در وسطش یه نزول شدیدی رخ میده این به نظر من واقعا فقط امتحان کردنش اینو نشون میده ولی راجع به خودم که گفتی آه. آه، من آدم دیگه تا الان هم باید متوجه شده باشن شنونده من زیاد حرف میزنم عادت همه <applause> خوبه بر اساس همین یعنی اگه به درد این کار میخورم فقط به خاطر حرف زدنمه به یعنی بازی کردنم متوسطه من استعداد خوبی در متوسط بودن دارم یعنی تو هر بازی شما هر چقدر بازی پیچیده باشه من بیام مثلا یه ماهه به سطح متوسط میرسم خوب نمیشم ولی متوسط خیلی سریع به متوسط میرسم و این باعث میشد که حالا اگه قرار بود بازی هم بکنم مثلا سختم نباشه واقعا اون شکلی و تایمو بذارم با مخاطبم صحبت کنم جایی که بخوام تو بازی خیلی خوب بشم یا مثلا درگیر مسابقات بشم چون نز... همون نظام سرمایه داری که میگی من ترجیح میدم سوار بر اون باشم تا اینکه اون سوار بر من باشه و من شانس این که مثلا برم بشم یه نفری که توی مسابقات قهرمان میشه و بخشی از اون 36 میلیون دلار رو میگیره رو خیلی پایین تر میدونم تا اینکه بیام یه آدم سرگرم کننده بشم واسه چه میدونم مثلا 2000 نفر که همزمان من رو ببینن و لذت ببرم و سرگرمشم و به واسطه اون من کسب درآمد بکنم حالت بیشتر اش. یعنی به سمت سرگرمیش میری تا اینکه حالا جزا اصلا آخه مسابقات هم سرگرمیه یعنی امه. شما حالا مثلا مسابقات به قصد اینکه دیگه یعنی همه چی آره آلا آره اینکه خودت حالا بخوای بری مثلا اون رو ببری و حالا آره. یه سال دیگه این قضیه چقدر ماندگاره یعنی حالا شماهایی که توی بازی در واقع دهه سوم زندگیتون هستین این کارا رو می‌کنید ها تا چه سنی واقعا این کار رو انجام میده از ستریمر تا چه سنی اینا رو میدونی؟ داریم واقعا مثلا چیز سنی سنی اون که سی و فیلم کنم خورده ای و داره الان سی و هفت کنم باید باشه سی و هشت خیلی هم قد بلنده یعنی من این بنده خدا رو نزدیک دیدم غول بیابونیه قشنگ اصلا یه چیز عجیب کیو, کیو دیدی؟ اسمش رو درست دکتر آها آها دیدم جلیقه میپوشه عینک میزنه و اینا شخصیت حالا من میذارم تو خود جواب بدی ولی من کسایی که دیدم مثلا تازه طرف توی سی, سی و دو سه سالگی داره شکوفا میشه چون که تازه فهمیده جایگاه خودش رو به یه درآمدی مثلا رسیده میتونه استریمرهایی حالا اپیلین در واقع استریمینگ هایی که میکنه یه ذره قشنگتره یه ذره جذاب. شکیلتره آره آدما به چششون میاد حالا در, در این مورد هم ما دیشب صحبت کردیم ولی میخوام بذارم در مورد استریمینگ و اینا بیشتر توی اپیزود دوم صحبت بکنیم ولی حالا تو هم جوابتو بگو ببین یه نکتهی که هستش تا زمانی آدم هست که دیده بشه یعنی اصلا ممکنه یکی تو 22 سالگی کریرش تمام شه یکی ممکن تا 50 سالگی ادامه داشته باشه <applause> ما یوتیوبرایی رو داریم که مثلا مرگشون پایان فعالیتشون بوده بنده خودم مثلا تو هفتاد سالگی سکته کرده مرده و مثلا پایان زندگیش پایان کریر یوتیوبیش بوده و یعنی تا همون موقع هم آدم های زیادی دنبالش میکردن ویدیوهاش رو میدیدن یعنی الزاما سن این قضیه نداره ولی تو کامپتیتیو یعنی مسابقاتی اگه میخواید نگاه بکنی بسته به گیمه یعنی تو یه سری گیم ها سن پایینتره مثلا تو گیمی مثل فورتنایت کلا اوریج سنی مسابقات پایین و اوریج سنی هر چقدر یعنی سن پایین میادش بازی افراد واقعا بهتره چون اینو دیگه نمیتونیم مثلا زیر سوال رو ریاکشن تایم یه نفر تو 16 سالگیش با یه نفر تو مثلا 23 4 سالگیش همون یه فرد اگه مقایسه بکنی تو 16 سالگی واقعا سریتره داره. ممکنه 22 سالگی یه نفر دیگه سریعتر از 16 سالگی یکی دیگه به واسطه تالنت ژنتیک و هزار تا چیز دیگه ولی توی کامپتیتیو واقعا سن تا 24 پنجه متاسفانه داره. یعنی اگه تا 24 پنج قهرمانی داشتی داشتی بعد اون شانس اینکه داشته باشی هست ولی خیلی پایینه دیگه از ورزش حرفه‌ای هم سختره حالا خیلی. من دلیل اینکه این سال پرسیدم این بود که درست ما خیلی وقتا در مقابل خانواده‌ها صحبت می‌کنیم این یه نگرانیه که می‌تونه خانواده داشته باشه ما سعی کنیم و از زبون اونا بگیم که این قضیه چقدر مثلا ماندگاره شما فرض کن زمانی که الان داری رو حالا یه بچه ای بخواد بیشتر روی بازی کردن بذاره حالا چه بخواد بره قهرمان بشه چه حالا استریم بخواد بکنه و این باعث میشه که خب از یه سری کارهای دیگه بمونه مثلا فرض کن از دانشگاه رفتن بمونه یا اون رشته با اون کیفیت مناسب رو نتونه بخونه اگه این چیزی باشه که حالا توی سن مثلا تا 35 سالگی قرار باشه تموم بشه خب از اونجا به بعدش چه اتفاقی میفته و با فرض اینکه طرف توی تا 35 مثلا نتونسته اون سرمایه مناسب رو جمع آوری بکنه که از اونجا به بعدش حالا به یه کار دیگه دست بزنه اگه مهارت دیگه یا تا اون سن به وجود نیاورده باشه این میتونه خب آینده رو به خطر بندازه این نگرانی خیلی واردیه که خانواده ها میتونن داشته باشن بر همین من این سال رو پرسیدم من اینو طوری جواب بدم که به خانواده ها خوش بیاد یا به بچه ها خوش بیاد واقعیت رو بگو دیگه از دوبار بگو ببین این منطقی اولا که من همیشه میگم آقا باید باهوشتر کار بکنه آدم تو این داستان تا سخت گوش باشه یعنی من مجموعه مثلا تا الان توی این دو سال روی اکانت تویچ هم نزدیک به 498 ساعت کلا استریم داشتم جمعا خب ولی توی همین تایم هم بیشتر از خیلی از افرادی که مثلا چند هزار ساعت استریم کردن موفقیت داشتم هم بیشتر از اونا درآمد داشتم هم مخاطب بیشتری رو تو اون تایم جمع کردم پس الزامن مقدار زمانی که افراد میذارن به درد بخور نیستش بعد واقعا سعی بکنن یه مسیر استراتژی که به درد بخور رو پیش بگیرن و اونو برن جلو موضوعی که اشاره شدش داخل بحث قبلی که مثلا آدم ها تو سی و پنج سالگی و میبینی تازه طرف شکوفا میشه و داره میترکونه سر همین قضیه است چون ده سال طرف داشته فقط میدویده بدون اینکه توجه بکنه که آقا مخاطب چی و ممکنه بهتر دوست داشته باشه و خیلی استراتژی واسه این داستان نداشت. نداشته الان دوره که شرایط داره عوض میشه خب این بحثی که بیشتر میگم شاید بچه ها خوششون میاد یه فردی که تا 35 سالگی این مسائل رو تجربه کرده خب شاید الان ما این موضوع رو به صورت سنگین نداشته باشیم ولی در آینده مشاورهایی رو در این زمینه داریم همونطور که مربی فوتبال داری قطعا واسه استریمینگ واسه یوتیوب کوچ خواهیم داشت خب افرادی که میان به صورت حرفه‌ای به واسطه تایمی که گذاشتن سالها محتوا درست کردن یا محتوای بقیه رو دیدن میان کنار افراد قرار میگیرن درصد میگیرن از درآمد اونا و بهشون کمک میکنن تو این مسیر جلو برن خب و این چیزی که صد درصد اتفاق میفته پس پایان مسیرشون نیست خیلی از افراد همونطور که تو فوتبال ممکنه طرف فوتبالیست خوبی نباشه ولی مربی خیلی خوبی میتونه بشه اینجا این اتفاق میفته ممکنه طرف کانسنت کریتور خیلی خوبی نباشه پول خفنی از این را در نیورده باشه ولی کوچ خیلی خوبی بتونه بشه و یه نفر دیگر رو خیلی راحت موفق کنه. بحثی که واسه خانواده ها یه جورایی خوش میادش اینه که من خودم فردیم که حاضر نیستم همچین ریسکی بکنم یعنی من آروین که الان اینجا نشستم دارم سافر انجینیرینگ درس میخونم داخل دانشگاه یه تایمی همزمان مثلا با این موضوع کار انجام میدادم و تجربه مثلا کاری ما داشتم زیاد میکردم الان خب کار رو ندارم جاش یوتیوب و مثلا توی چما نگه داشتم ولی درسه همچنان مثلا یه قسمتی که همواره هست و شاید من همینجوری هم ادامه بدم یعنی الان لیسانسه بعد اون ممکنه فوق لیسانس و دکترا و همینجوری هم برم چون درس خوندن و دوست دارم واقعا ولی مسیر حقوق بگیری به هر حال مسیر امنیه مخصوصا واسه کشتایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن و درگیر شاید یه سری مسئله اقتصادی حقوق بگیری نیستن مسیر خیلی سیفیه واسه شون و طبیعیه که فرد باید یه شرایط مینیمومی واسه خودش درست کنه پلن بی تو این راه نداشته باشی خیلی ریسکه آره ریسک. این آخری خیلی حرف خوبی بود مثل هر کار دیگه آدم بیاد تمام تمرکزش رو فقط روی یه مفهوم بذاره ممکن اون فیل کنه و تو کلان زندگیت میره رو هوا اینجا هم احتمالا هوشمندانه تر این کار اینه که مگر اینکه تو جزء مثلا اون یک دهم درصد خیلی بالایی که میری مسابقه قهرمان میشی غیر اون باید بالاخره یه سری مهارت های دیگر هم در کنارش پرورونده باشی که پسورده حالا این قضیه تموم شد یا حالا خود تصمیم گرفتی که اون انرژی رو دیگه روش نذاری بتونی وارد یه محیط دیگه ای هم بشی من یه چی بگم بچه ها هم بدیشون بیاد ولی پدر مادر هم دیسکو بد نیست, ده نیست ده. دیگه توی... توی, تایمی که <تصفح> توی تایمی که الان بچه ها یکی از داستانایی که دارن یه بنده خدایی به اسم بوگا آخ آخ قهرمانی بوگا بیدو. فورتنایت گرفت خب و میلیون ها دلار جایزه برد و عملا این بچه در سن زیر 18 سال در 16 سالگی اون حدودا خرج خونه خانواده رو داره میده و مثلا قسط خونه رو این بنده خدا با پولی که برده صاف کرده و عملا یعنی نوناور خونه شده این بچهی که داره مثلا فعالیت میکنه اما همین بچه آره پول میلیونی شد شدید آره در 16 سالی او. و این فرد باهاش صحبت کرده بودن مصاحبه زیاد کرده بودن اینطوری نبود که خانواده اینجوری باشن که وای گل پسرم داره فورتنایت بازی میکنه چه فیلیکشاتی زدی پسرم مثلا چقدر خوب بیلد میکنی ال آردو آر دو مثلا از این داستان که نداشتن با این بنده خدا اونا هم بهش گیر میدادن دیگه یعنی تو خاطرات این فرد قبل از قهرمانیش هستش که آقا مثلا من همیشه با مامانم سر کامپیوتر و این داستانها دعوا داشتیم سر درس هم دعوا داشتیم و این بنده خدا تا موقع موفقیتش هر روز اون داستان مدرسه رو داشته و میرفته و لازمه وضعیتش این بوده که آقا درس رو خوب بخونه بعد از اینکه درسش رو میام درسش داخل بازیش موفق شده و ترکونه و اون قهرمانی رو آورده تازه اون موقع خانواده اوکی بودن و اینکه این فرد از راه دور درسش رو ادامه بده یعنی اون سال حضوری مدرسه نره پس یعنی این فردی که این همه استعدادم هم داشته باز پلنش سر جاش بوده و کسی نمیادش مثلا تمام زندگی آقا روزی 18 ساعت این کار کن نه روزی 18 ساعت فوتبال هم بازی کنی بدن خسته میشه سوخت میده و بازی های کامپیوتری هم هماهنگی مغز و دست و چشم و اینا رو با هم دیگه لازم داره 18 ساعت این کار رو انجام بدی خسته میشی تا 6 ساعت 8 ساعت وقت میذاری برای یه همچین داستانی و 6 ساعت تایمی تا که یه فرد اگه مثلا درس عادیشو بخواد انجام بده میتونه با حساب کردن آخر هفته یه جورایی بگنجون اونجا ولی متاسفانه یه چیزی که وجود داره از مهارت های اجتماعیش ممکنه یکم بزنه این ازی. حالا دان که هست یه اطلاعات خیلی کمی که من در این مورد دارم الان یه مدتی که دارم دنبال میکنم این جور آدما رو حالا من در مورد گیم کال اف دیوتی من میام فوکس میکنم یه 10 تا تیم من که هر 5 تا مثلا بازیکن دارم و اینا میرن مسابقات انجام میدن و کسایی که هستن اوریج خیلی پایینه مثلا واقعا بین مثلا 16 تا بیستو خورده ای ساله و تمام کسایی که اونجا دارن بازی میکنم و قدیمی بودن همه از این مینالن که چقدر دیر خودشون رو بازنشسته این کار کردن و من اون تو هم مثلا 24 5 سالگیه الان پول واقعی که آدمایی که حالا خارج از ایران هستن دارن در میارن توی استریمینگ یعنی اون شخص با اینکه ریتایر شده با اینکه بازنشست شده هنوز از 99 درصد آدمایی که دارن بازی میکنن بهتره با اینکه حالا دیگه الان اون در واقع اون ترنینگ رو نداره دیگه اون مثلا بازی اورگانایز شده رو نداره و اینا ولی بازم از 99 درصد افراد بازیش بهتره و برای شخص من که هیچی نمیفهمم خیلی جذاب اینو ببینم که طرف طرز فکرش نسبت به این بازی چجوریه برای همین من ترجیح میدم برم استریم این آقا رو ببینم برم از مثلا از یه این به قول معروف شغلش از مدلی به مدل دیگه تبدیل میشه توی همون نه. هیته داره کار میکنه ولی درآمدش دیگه از پرو پلیئر نیست به صورت پروفشنال بازی نمیکنه ولی داره به صورت پروفشنال استریم میکنه و خب خیلی ها براشون جذابه که برن این چیزها رو ببینن و همشون میگن از موقعی که اومدن استریم کردن و اومدن جاشون رو در واقع شغلشون رو از مدلی به مدل دیگه عوض کردن هم استرس زندگیشون کمتره هم پولی که در میارن به مراتب بیشتره چون که مثلا یه کسی به نام که الان 20 خورده ای سالشه داره بازی میکنه 19 هزار تا چیز داره تقریبا 20 هزار تا سابسکرایبر داره تو تویچ مینیموم سابسکرایبر هم 5 دلاره فکر کن در ماه اه. تو دیگه ببین در ماه داره این طرف چقدر در میاره حالا کات تویچ حتی یک و نیم تویچ برد یک و نیم میگم کات تویچ هم مثلاً داره, داره. آره. تو فکر کن دیگه این داره در ماه مثلا چقدر پول در میاره و میگفتش که این هیچ وقت هم پرو پلیر نبوده یعنی میگه که من اصلا نمیخوام برم بشم چون استرسی که تو روی اون آدم ها هست واقعا خیلی زیاده دیگه تو استرسی که روی فوتبالیست هست فکر کنم فوتبالیست بیاد مثلا روی اینستاگرام لایو روپایی بزنه و مثلا پول بگیره یا اینکه بره تو استودیو آزادی مثلا فوچ خار مادر بهش بدن به خاطر که یه دونه رو مثلا زد بیرون این وقتی که دارن برای فان بازی میکنن تازه الان یه جالی چیز دیگه هم که هست الان حالا توی خارج از ایران بازم من نگاه میکنم توی ایران مطمئن اینا میخواد راه بیفته هنوز یه ذره دیر یه ذره هنوز اتفاق نیفتاده ولی راه میفته تورنمنت هایی میذارم برای استریمر ها الان یه نفر هست به نام ویکی که این داره هفته ای 100 هزار دلار هفته ای هزار دلار داره میبره به خاطر اینکه تو فور... توی چیز وارزون مثلا بازیش خوبه و یه نفر هست داره تورنمنت میذاره و اینا میبرن و میگم درآمدشون از مدلی به مدل دیگه تبدیل میشه و موقعی که بنظرم استریمر میشن درصد استرسشون هم در ماه میاد پایین تر بگو کارون تویزی میخواستی بگی کارون میخواستی هم اینا دارید از درآمد این آدما میانگین میدین اینا شو دارین میتونم میانگین دارد. خیلی فرق داره خیلی فرق داره یعنی این به تعداد ویو ببین یه چیزی که هستش معمولا افراد داخل تویچ یک تا یک و نیم برابر تعداد ویور همزمانشون سابسکرایبر دارن یعنی کسی که اوریج ویوش مثلا ده هزاره بین ده تا پونزه هزار تا سابسکرایبر داشته باشه منطقیه مثلا ام. ولی آدمایی هم هستن که از این نرم بیشترن یا از این نرم کمترن و این اتفاق مثلا میفته ولی این حالت کلیشه یعنی کسی که مثلا چه میدونم هزار تا ویو داشته باشه خب مثلا 1500 تا سابسکرایبر داره 1500 تا مثلا 3 و نیم دلار راحت داره آره که پول خوبیه یه سوال این میشه ماهیانه مثلا 4 دلار, ما... دلار, دلار حالا یه توی کورا نوشته که بین 3 تا 5 هزار دلار اوریج آدم ها خیلی پایین تازه با... گرفته خیلی پایین با باز هم بگم بخش بفر نه تو تو داشتی سوال بعد چند درصد آدما به این بس... سطح میرسن چند درصد آدم هایی که واردش میشن یا چند درصد آدم هایی که, که تحقیق تحقیق منظور چیه یعنی با تحقیق واردش میشه نه, نه،, نه. نه. مثلا منم حساب میکنی که من مثلا آره، ایمانم حساب کانال حساب کردم ولی تا یه دونه استریم هم نداشتم آره هر کسی که شروع میکنه این کار رو به قصد اینکه حالا یه زمانی ازش پول در بیاره میخوام چند درصدشون به اون سطحی میرسن که واقعا به اون درآمدزایی برسن 3 4000 درصد یک درصد به خاطر اینکه با همون منطقیه که پیجای اینستاگرامی چندتاشون به درآمده مثلا خوب میرسن راحتی شروع کار باعث میشه که تعداد افرادی که میان داخل قضیه زیاد باشن و بدون مطالعه وقتی میاد طرف ممکن ده بارم استریم بکنه ولی قرانی اتفاقی واسش بیفته خب من اینجا به خانواده عزیز بگم که همچنان حرف شما منطقیه چون کسی <applause> که حالا دانشگاه برو کار دانشگاه برو در واقع رشتهش رو تمام کنه احتمال موفقیتش یا حالا به یه درآمدی رسیدن که زندگیش به چرخه خب خیلی از این یک صد درصد بالاتر حالا اینا هم اعداد حدودی من یه نکته بگم ببین تفاوت چون اینجا قیاس دو چیزیه که با هم دیگه یکی نیستن شما وقتی میری درس میخونی مشابه اینه که بیای بشینی راجع مثلا استریمینگ تحقیق بکنی بری علمشو پیدا بکنی بری ادیت کردن تو یاد بگیری اورلی تو یاد بگیری فاز صحبت کردن همه این چیزها رو بری یاد بگیری و وقتی وارد بازار کار میشی با یه مدرک مشابه همون سالها تجربه که آدم داخل داستان استریمینگ میذاره مقایسه عادیش مثل اینه که چند نفر آدم عادی میتونن برن دندون پزشکشن مثلا الان چند نفر همینجوری میتونن برن دندون یه نفر رو درست کنن الان دندون عقل مثلا کج در اومده چند تا آدم تو دنیا میتونن اینو درست بکشن همونه یعنی درصد آدم بدتر درصد بندیش بدتر هم باشه ولی خب اون سوال ما اگه میپرسم اونایی که با تحقیق میرن عددش چقدر میشد راحت میتونم بگم مثلا 20 درصدش رو به یعنی <applause> چیز عجیبی نیست مخصوصا واسه فارسی زبون یعنی یب... و من کلیدم اینه که ایرانی هم نه فارسی زبون ها. چون ما آه, ویور از افغانستان داریم تاجیکستان داریم کشورهایی که فارسی رو میتونن متوجه بشن و ایرانی هم هستن که افغان ها تاجیکا به بقیه رو نگاه میکنن و این عادیه یعنی فارسی زبون بودنه چیز خیلی خوبیه ما مارکت جا... آن تپته همین یه من بگم یه ما یه... رسالت داریم که خودمون رو معمولا دیس میکنیم من اینجا میخوام استفاده کنم و ما خودمون چی دیس بکنیم ما مثلا روی کردمون به یوتیوب خودمون خیلی بدون علم بود یعنی اینجا بود که ای اکانت اپلود مثلا تایتل دیسکریپشن مثلا برو بریم <applause> ولی خب روی اون به مثلا جامعه پادکستی و مثلا جاهای پادکست خیلی با علم و دانش مثلا ما رفتیم تحقیق کردیم مثلا چه جوری باشه اوریج اپیزود چه جوری باشه در این مورد خیلی بیشتر تحقیق کردیم ولی خب روی یوتیوب فقط این طور بود که از خودمون فیلم بگیریم بذاریم شاید اونجا هم دو نفر اومدن ولی از موقعی مهم. که حالا تصمیم گرفتیم یه ذره روش جدی باشیم دیدیم که خب شنونده هم یه ذره جدی تر شدن مثلا تعداد سابسکرپشن ها رفت بالا تعداد ویو ها رفت بالا این هم همونه یعنی ما واقعا حالا با اینکه پادکستمون شاید از لحاظ شنیداری خوب شنیده میشه جاهای دیگه اوریج پلی خیلی بالاتره تا یوتیوب یوتیوب ما بدون تحقیق رفتیم و فکر کردیم که همینطوریه دیگه فقط به یه سری خیلی هم ساده است میندازی اونجا درگ اند دراپ میکنی فایل و تایتل میذاری آپلود خدا که رفتیم ما فکر کنم همینطوری بوده یعنی ما همینو تجربه کردیم یه سطحی برای تو همیزی میخواستی بگی آره این بحث میانگینه که بود من این سوال که با اینه که آیا بازیایی هست که طرفدار بیشتری داشته باشه بیننده بیشتری داشته باشه یا نه هر کی تو هر بازی خوب باشه طرفدار بیننده خودش رو پیدا کرد یا پیدا میکنه و ببین توی دنیای استریم استریمرها به یه جایی به بعد یه وزنی پیدا میکنن و, و یه زوری دارن که این زور و وزنه توی کانتنت های دیگه بیشتر دیده میشه مثلا من آروین اگه چه پادکست داشته باشم اگه چه میدونم بازی مافیایی که دور همیه رو ما به صورت آنلاین با بقیه استریمر رو بازی میکنیم اگه یه سری از بازیهایی که محبوب هست واسه مخاطب ما انجام بدم و عادت دارن بهشون خب ویوی بالای هزار میگیرم به صورت اوریج ولی امه. من آربی اگه برم یه بازی که شاید خودم دوست دارم ولی محبوب نیست و ترند نی و های پی دورش نیست بخوام خامونو بازی کنم ویوی 400 500 میگیرم و این 400 که من میگیرم 500 که میگیرم وزن من آروینه زور منه دیگه زور کانتنت نیست و امه. یه جورایی مخاطب ما از اون دایره کامفورت زونش آوردن بیرون از اون دایره ای که توش راحته آوردن بیرون بردمش یه جای دیگه هستن استریمر هایی که این قدرت و این وزن رو دارن که به تنهایی 35000 نفر آدم رو میبرند داخل یه دونه بازی که هیچ ترندی روش نی و بازی رو حتی احیا میکنن ام. و آدمی که مثلا ایمان صحبتی که کرده بود راجع به موضوع افرادی که قبلا کامپتیتیو بازی میکردن آدمی هست به اسم سامیت وانجی این فرد قبلا کانترسترایکو استرایک رو کامپتیتیو بازی میکرده توی تیمای حرفه ای بوده مسابقات شرکت میکرد و اینا و این فرد یعنی دلیل استریم کردن خیلی از آدمهای دیگه است از قدیم بوده و خیلی خیلی حرفه ای <applause> بازی به اسم سی آف تیوز رو که مال مایکروسافته که واقعا یه بازی به اصطلاح مرده حساب میشد یک تنه ترند کرد به واسطه محتوای جذابی که درست کرد و اینقدر خوب بود که توی اون ویورا این احتیاج رو ایجاد کرد که محتوای خوب سیاف تیویزی وجود داشته باشه و بقیه استریمرها اومدن شروع کردن و بعد از چند ماه خودش دیگه استریم سیاف تیویز نمیکرد ولی سیاف تیوز دوباره ترند شده بود پس این وزنه وجود داره ولی ام. خب واقعا به خود فرد بستگی داره در نهایت استریمینگ برخلاف مسابقات که پرفورمنس افراد مهمه داخلش فقط سرگرمیه ام. یعنی افراد میان که سرگرم شد و هرچی زودتر یه فرد این موضوع رو متوجه بشه و علمان های سرگرمی رو بتونه اضافه بکنه زودتر موفق میشه تو این داستان ما خیلی الان رفتیم دوره سر استریمینگ من میگم برگردونیم به آروین یه چند تا سوال جالب ازش بپرسیم بعد بریم دوباره برگردیم به چیز یکی پرسیده بود که شغل اصلی چیه من دانشجو دانشجو اگه جایی ازم بپرسن با اینکه چم خرج زندگی من مثلا یوتیوب میتونه بده یا استریمینگ میتونه بده ولی در نهایت من دانشجو پرسیدن اینقدر پشت کامپیوتر میشینی کمر درد و گردن درد نمیگیری این صندلی دوست داشتنی ما صندلی پادشاهی <تصفح> خوبه ولی من خیلی هم طولانی نمیشینم یعنی سعی میکنم هر مثلا دیگه چند ساعت هم شده میرم یه تکونی یه چند ساعت طولانی نیست میکن... این یه صحب... تو تو ورزشینا میکنی مثلا کشش ك... و استرچ اینا انجام میدی که آره لازم واقعا لازمه آه، آه، آه. انجام مثلا الان که درگیر داستان کرونا و اینا هم هستیم که همه تو خونه ایم و بدنا همه کرخت میشه اگه همین کار هم انجام ندیم ولی حالت عادی آره صندلی گیمینگ خوب چی معرفی میکنی؟ هر چیزی که به قد و وزنتون بخوره به برند ربطی نداره به برند ربطی نداره با فقط باید بر اساس هیکل و مفر ترایی شده باشه بازیتون هم بهتر نمیکنه من این هم بگم خیلی آره. یا این باورن که صندلی خوب بگیرن بازیشون از این رو به اون نمیشه چون که تمام استریمر های صندلی کادر پرکن عجیب دارن که اون پشت حالا رنگای مختلف داره و اینا و همه فکر میکنن که اولین اصل گیمر شدن صندلیه ولی اینطوری نیست نه واقعا خیلی تاثیر نداره یه حدی شاید واسه افرادی که مثلا مثل من استریمش رو میکنه ویدیوش رو ریکورد میکنه مجبوره بشینه همون رو ادیتش بکنه بعدا چکش بکنه بعد مثلا با دوستاش هم پای همون کامپیوتر صحبت میکنه بعضی اوقات مجبور قضاش هم همینجا بخوره خب یه صندلی خوب لازمه ولی یه آدم عادی رو موبل میشینه من, دست من یه دوران که که نیت فور رو کامپیوتر بازی می‌کردم. یه پسره بود که یه صندلی راننده پرش برداشته بود و اینو حالا مادیفایش کرده بود و اینا با اون بازی میکرد اون خیلی پروژه جالب حال آره <applause> گفتن که چی شد که استریم مافیا رو شروع کردی اول میخوایی دماش توضیح بدی این جالبه که انجام میشه و اصلا روند روند استریم استریم گرفتن من داخل تویچ خیلی فرق داشت هم. من توی آپارات که فعالیت میکردم خب استریم گیم و اینا بیشتر میذاشتم بعد یه کانسپتی به ذهنم رسیده بود میگفتم آقا من شو بذارم یعنی اصلا بشینم یک به یک با افرادی که استریمران مصاحبه کنم یکی دو اپیزودم ضبط کردم و تایتل این داستانم گذاشتم آروین شو گفتم آقا من آروینه اینم شو اسمش میذارم آروین شو و اون موقع اصلا آیدی من آروین شو نبود یعنی یه آیدی داشتم د آر آندرلان آروین بود ده. که ما کال آف دیوتی هم بازی ده. کرده بودیم تگ من همون بوده ولی آندرلاین نداشت آندرلاین نداشت توی چیز نمیذاشت اضافه کنم کال دیوتی بعد uh, اینو انجامش دادم و یکی دو قسمت اونجا هم جذاب بود و دیدم خوششون اومد ولی uh, باب میلم نبود باز اونقدی که مثلا میخواستم و میخواستم یه خورده متفاوت تر باشه توی تویچ که اومدم فعالیت کردم گیم و اینا که بازی میکردم شاید ابرجوی من سی چهل اینطورا بود و استریم های آیارل هم میذاشتم یعنی مثلا میرفتم بیرون آقا امرو من قرار برم فلان و فلان رو انجام بدم بعدش میرم خرید میرم خونه بچه ها مثلا من الان لایوم با گوشی میتونیم صحبت کنیم تو این تایم و هدست تو گوشم بود باشون هم حرف میزدم خیلی هم بهم خوش میگذشت اینا مثلا هفتاد نفر میمدن مثلا میدیدن ولی ویو های سنگین از زمانی شروع شد که من با پنج نفر از بچه ها صحبت کردم گفتم بیاید میشینیم با هم دیگه شروع میکنیم مثلا لایف صحبت کردن و راجع مسائلی که تو دنیای استریمینگ داره اتفاق میفته با. و این اولین آروین شوی رسمی بود که مثلا شروع شد و روزی که ما این کار کردیم خیلی اتفاقی یک درامایی اتفاق افتاده بود بین دوتا از افرادی که فعالیت میکردن یه نفر تقریبا بینام و نشان و یه نفر قشنگ از اوجی و بزرگای کامیونیتی آریا کوکسر کسایی که خیلی وقت مثلا توی کامیونیتی هست و خیلی هم مخاطب داره ترکیه هست آره, آره، پربیننده ترین استریم های فارسی زبانی که من دیدم و مثلا این فرد میذاره که تازه مثلا بعد اون تازه من حساب میشم یعنی مثلا پیک یه 7 هزار تایی داره ولی من مثلا حد اکثر ویوی که شاید همزمان گرفته باشم 2000 تا باشه یعنی با اختلاف خیلی زیاد جلوه هم. از بقیه کامیونیتی بعد این فرد حالا یه نفر بهش بحث کرده بود و یه سری توهینا شده بود و اینا ما راجع این موضوع داشتیم صحبت میکردیم فقط و مثلا کاری به کار هیچ داستانی نشیم نظرات خودمون رو داشتیم اون فردی که یه جورایی مخاطبش کمتر بود وارد بهش خبر داده بودن یه همچین استریمی هستش وارد استریم شده بود واحت. اومده بود دیده بود و گفته بود من میخوام بیام بالا صحبت کنم راجع این داستان اومده بود صحبت کرده بود و من یه چیز کردم یه بتریزی ریزی رو موضوع کردم گفتم آقا من پیام میذارم داخل دیسکورد آریا اه. توی روم پابلیکش پ... پیام میذارم میگم آقا یه همچین برنامه یه ما داریم صحبت کنیم دا این بنده خدا اومده اگه دوست داری بیا راجع به این موضوع صحبت کن اگه دوستم نداری که خب هیچی بعد مثلا واقعا تو اون تایم آریا کاراکتر دست نیافتنی بود واسه یه منی که اوریج ویوی بسیار پایینی دارم و اینها و پیام من اون موقع بودش پای کامپیوترش دید و اومد صحبت کرد و اونجا یه کیک استارت خیلی شدیدی روی مثلا ویورای من داشت که اون مثلا استریم اوریج ویوش خیلی بالا رفت و اینا یه تایمی این کارو کردم و های جدی گذاشتم ولی حس می‌کردم همواره درگیر دراما میشن افراد یعنی حتی من موضوعاتی هم که انتخاب میکردم که مربوط به دراما نبود یه جورایی آدما میمدن و از اون تریبونه میخواستن استفاده بکنن یا یکی اون یکی رو بکوبه یا یکی حرفی رو مثلا به زور به کرسی بخواد بشونه اینات زیاد حس خوبی ازش نمیگرفتم و اعلام کردم گفتم یه تایم قرار نیست دیگه آروین رو بذارم میخوام گیم شو را بندازم و فقط بازیای دست جمعی انجام بدیم اولین بازی دست جمعی مافیا بود که یک دقیقه مال دو هفته دیگه میشه یه سال یه سالگی این برنامه مافیا است و استریمرها رو می آوردن با هم دیگه بازی حالا مافیا رو بعضی به اسم ورولف و اینا میشناسن تو ایران ما فکر میکنم شاه دوز وزیر داشتیم یه چیزی شبیهش شب هم داشتن مثلا بچه ها بازی میکردیم ها توی مدرسه و اینا سه نفری با حدس میزدیم مثلا کیچی کار بود یعنی فکر نمی‌کنم اسمش بود آره. خب نه ایران هم مافیا بود ولی یه بازی مثلا ایرانیزه شده ترش هم داشتیم دقیق یادم نیست و تم شاه تو شاه بازی میکردیم و خیلی مثلا اوکی بود همه چیز چون پاسور داشتین تو ایران اون یه جورایی قرار بود یکی از مجموعه کانتنت های گیم شوه من باشه ولی دیدم مثلا اینقدر جذاب هم واسه خودم هم واسه استریمر هم واسه مخاطب اینقدر جذاب بود که یه جورایی گیم شوه رو گذاشتم کنار و اینو کردمش کانتنت دائمی که مثلا هر دو سه هفته یه بار یا هر هفته یه بار مثلا باشه و آدما بیان بازی کنن این خیلی یه هویی بود اصلا واقعا برنامه ریزی شده نه یه سوال کوچیک بپرسم آروین گفتی که استریم آی می‌ذاشتی میذاشتی آر... چی آر... چیه استریم آی آر ال؟ این ریل لایف آی جایی اینکه من بشینم بخوام بازی بکنم اینا چون دنیا دنیای واقعا دیگه سرگرمیه و موضوع گیم زمینه کوچیکی از این دنیاست بخش کوچیکی از این دنیاست مهم. من از همون تایم هم مثلا که آقا من که پلیر حرفه نیستم که بخوام وای مثلا تو همه بازی ها باشم بازی بد نیست ولی چه میدونم شاهکار دو عالم نیستم که همه مثلا دست به سینه بخوام بشینن از استاد آروین یاد بگیرم گفتم خب من اگه قرار کاری هم انجام بدم بذار حول محور شخصیت خودم باشه و اینقدر آدم مثلا خود شاخ پنداری هستم که بگم شخصیت من واسه افراد جذابیت داره که حالا بخوان بشناسن و بدونن چه جور شخصیتی هم واسه همون یعنی بیشتر حول محور خودم بود استریم <applause> یا مثلا استریم های جاست صرفا میشینی با مخاطبت حرف میزنی ممکنه یه داستانی رو تعریف کنی چهار تا ویدیو رو ببینی بهشون ریاکت کنی راجهشون صحبت کنی مثلا اینا هم داره جا میفته و چیز خیلی خوبیه که سوال بعدی هست. پرسیدن که میخوام حال دلت خوبه آه، کلا آره ولی خب یه بدی سختی که داره زندگی خارج از ایران و مخصوصا منی که تازه دو ساله اومدم اون بالانس دوباره ارتباطاته و من هنوز سوئدیمو خوب یاد نگرفتم و به واسطه این ارتباط برگر... برقرار کردم با آدم های سردی مثل سوئدیا بسیار کار سختیه یه ریزم و دوست کرد <laughs> آره نه خودشونم میدونن و آه... دوست داشتن اون مثلا روابط من آدم درونگراییم ولی دوروبرم همیشه خیلی شلوغه یعنی تایم تایم خودم رو پیدا میکنم که خلوت بکنم ولی واقعا تو سعیمو میکنم که دوروبرم تنها نباشم و شاید تنها چیزی که بتونم ازش گلایه بکنم راجع به حال دلم این قضیه است که نه مربوط به استریمینگ نه مربوط به مثلا گیمینگ و اینا بیشتر تصمیمی بوده که گرفتم از ایران خارج شدم حالا باید یه جورایی بالانسش کنم این داستان و میرسیم به بیشترین سوالی که پرسیده شده و سوالی که خیلی جذابه برا من خیلی پرسیدن رل داری این رل ها نمیدونم کی انداخت توی کامیونیتی ایرانی این زبان فارسی ایرانی به جای رسیده که میگن رل داری و اینکه دختر بازی اینو لطفا روشن کن برای ما کدوم ها روشن جفتش رو اول جمله خبری بود آره خبری میخواستم از <applause> خبری یه سوالی پرسش یه سوال پرسیده بود گفتش که توی اینستاگرام خوش گفته بود بیاین یه بازی بکنیم بعد یکی ازش پرسیده بود که توی رابطه هستی آره اینجا هم فهمیده بودن که نه تو تختم <applause> من من نمیدونم آخر وقتی همین جوابیو به یه نفر بدی خب خیلی سوالا برمیانگیزه که <applause> داستان چیه من اجازه میدم که شما خودت جواب بدی و ببینیم که اول که رل داری و اینکه دخترباز هستی یا نیستی چون میگن قیافه دختربازی داری ای بابا من اگه میخواستم فکر میکنم میتونستم دخترباز باشم یعنی پتانسیله هست ولی جنبشیشو ندارم متاسفانه یعنی حداقل تو این زمینه تلاشی نکردم تا الان ام. ولی رل یه آدمی تو زندگیم هست و آدم دوست داشتنی و آره دیگه رل دارم درس رل ولی دختربازم نیستی دیگه قاعدتا بر اساس سوال اول پس دختر. نباید باشی بهتره که نباشی نباشی ترجیحاً بعد فکر کنم ما دیگه ببندیم این اپیزود چون که یک ساعت و خورده ای صحبت کردیم ما این اپیزود رو میبندیم ولی دوباره برمیگردیم در مورد جامعه کوچیک اسلینگ ایران صحبت بکنیم ما توی تمام این مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب ولی اگر که میخواین و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم پنج شنبه با یه اپیزود دیگه با آروین برمیگردیم خدافظ خدافظ